شکایت رسانه ملی از مهران مدیری بابت پخش نشدن 45 قسمت باقی مانده مسابقه دور همی از جمله اتفاقات جنجالی یک سال اخیر تلویزیونه که بر اساس اخبار منتشر شده طی سالهای اخیر کمتر مورد مشابه داشته. موضوع درباره چهره اتفاق افتاده که یکی از پربیننده ترین برنامه های یک دهه اخیر را اجرا می کرده و طبعا رقم چشمگیری از آگهی های قبل، میان و بعد از اون به تلویزیون می رسیده. بنابراین وجه درخواست شده رسانه ملی از مدیری طبق شکایتی که اعلام نشده رقم بالاییه. اما این شکایت چه به محکومیت مدیری برای پرداخت رقم مورد درخواست برسه و چه رد بشه، میتونه در شکل همکاری سازمان صدا و سیما با بقیه چهره ها تاثیرگذار باشه، خصوصا اونهایی که بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی خودشون توی رسانه ملی گاهی اوقات به اظهار نظرهای خاص سیاسی اجتماعی میپردازن. به نظر میرسه یکی از اهداف اصلی مدیران رسانه ملی در طرح این شکایت ایجاد بازدارندگی برای انجام این گونه اظهار نظرها و کنش‌های سیاسی باشه. این شکایت البته نتیجه احتمالی دیگه هم میتونه داشته باشه. در شرایطی که تلویزیون در سالهای اخیر با کاهش حضور چهره‌های هنری و رسانه‌ای محبوب روی آنتن مواجهه و همین اتفاق در برقراری ارتباط برنامه‌ها و سریال‌ها با مخاطبان اختلال ایجاد کرده، این شکایت میتونه در حضور مجدد چهره‌ها توی صدا و سیما تاثیرگذار باشه. این اتفاق خصوصا برای سینماگرانی مثل محسن تنابنده، سرپرست نویسندگان و بازیگر اصلی سریال پایتخت که این روزها صحبت از تولید فصل هفتم اون شنیده میشه محتمله. باید دید سرانجام طرح شکایت حقوقی سازمان صدا و سیما از مهران مدیری بابت پخش نشدن مسابقه دور همی به کجا میرسه و آیا با توافق طرفین ماجرا ختم به خیر میشه یا نه، خصوصا که مدیری پس از اظهار نظرهای جنجالیش توی سال گذشته ویدئویی رو در توضیح سخنانش منتشر کرد و به نوعی برخی از اونها رو پس گرفت.